پسره انگار از دماغ فیل افتاده بود. ما زیاد خوشم نیومد راستش. اصلا به نظر من اینجور نبود. درست میگه. پسره خوبی بود. به نظرم خیلی هم خاکی بود. به دل من که نشست. ولی خودش بره ما گرفته بود. ما اینجوری دیدم. نظرش. امیر آقا چرا برای پسر مردم حرف در میاری؟ مامان جان شما که موسیقی به خاطر اون شوخی زنندی که با محمد جواد کرد که خیلی دلخور شده بودین چجوری میشه الان یک هم اینه طرفدارش میشه؟ اون شوخی سر جاش خب ناراحت شده بودم چهار تا جوان با هم یه شوخی کرده بودم ولی خودش پسر خوبیه اصیل نجیب با خانواده بله بله امیر جون جونم تو که به خاطر اون شوخی که با محمد جواد کرده بود ازش خوشت اومده بود الان با اون قاطی نکن الان بس دختر ما نمیخوام بهش بدم ما باید مطلع خشخاش بذاریم علیکی که نیست امیر خان بله آقا من فکر کنم تو داری از همین الان با جناق بازی میکنی آخ 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 از همین الان داری زیرابشو میزنی ما غلط بکنیم آقا چرا؟ جان دارم نظرمو نمیگم دیگه گفتم باز فردا چیزی نگو نگاه من بکنم اینا بله آقا جان نه نگاه من بکن جان آقا جان بابا جان نگاه من بکن نگاه چه شایی بله آقا جان جان آقا جان ما اصلا هیچ کاری ندارم هرچی خودتم میدارم ما نظرمو گفتم خیلی خوب من که راضیم خانم هسته کار خودتم قربون اون خجالت کشیدنت برم من نمیدونم هر چی که شما صلاح میدونی بابا ای خدا یوم از دشت صحرا لیلا در واکو میوم عاشقم میوم از بحر سودا لیلا در واکو میوم لیلا در واکو میوم وقت در واکو میوم هیچ در واکردنه فتنه برپا کردنه بخت و اقبال منه آی لیلا 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 آی مر بکشتن لیلا چشمای دراشتن لیلا آی مر بکشتن لیلا دوار آقا دست شما در دوری چشمه این قدگاه اومدن جناب مهدوی نشدم اومده چشم سلام آقا حسین بچینی سلام علیکم آقا جواد سلام امید آقا جواد سلام علیکم آقا چی داره؟ سلام سلام آقا شما خوبی؟ چی آوردی؟ نوقاتی آوردی برامون بله تو این پر خوراکیه تشریف بیارید پیش آقای دکتر بس ما هم آوردیم بله بله چیپس کرانچی پر هر چیز که ناسالمه من گرفته آورده بگیر نزدیک شایی منو میگیرین شایی برای چی آقا ماسک هم بزنم یه ماسک تو بزن خودت که ماسک نزدی مشکوک میزنی ما مشکوکی چی چی مشکوکی هیچ دوتایی با هم میرین دوتایی با هم میاین بنده خدا موقع رفتن کار داشت برم هم کار پیش آمده بود با هم رفتیم الان هم با هم هماهنگ کردیم دو نفر آمدیم بعد جواب پس بدیم خودت میدونی حال و حوصله‌ام سر جاش نیست اگه نه آمارت در میآورد همون حال و حوصله نداری گیر دیدی به ما به جای کارات آقا جان بیا بابا نمید باهاش آشتی کن نمیخوام آشتی کنم من نمیخوام آشتی کنم به کسی هم مربوط نیست کسی هم حق نداره به من بگی که بیا برو باهاش آشتی کن خیلی خب برو چی عصبانی میشی من الان عصبانی هم نه نیست عصبانی نباشی ماسک تو بزن چشم ببخشی نکم تو باشه باشه حالت خوب نیست بریم دکتر باشه حالی تو هم آماده شد زود بله هم زنی زنو گفت باید بریم دکتر بله هم دیگه بره چی حالی که نگرانش کردی مادر دکتر حتما یه چیزی میدونه که میگه
پاشین دیگه، شما که هنوز نشستین، میخوای زنگ بزنم آمبولانس بیاد؟ نه بابا، چرا شلوغش میکنی؟ مگه ما چمه؟ دیگه چه اتفاقی به واسط بیفته که متوجه بشی حالت خوب نیست؟ من میرم کیفمو بردارم، شما هم آماده شی. بزن بابا این زنگ میزنم آمبولانس هم آمد. اوه یه راز دیگه، دنیای خبر کن تو، نمیخواد الکی نگرانش کنی، خودمون میریم. بابا رو لباس بپوشم. باشه. ای موسا شهاب نگاه، چه خوافه ماست بابا؟ نه خیرم. گفتی چی؟ گفتم موسا شهاب. موسا؟ ها آقا موسا. او حسرت به بس دلم. کن دیگه بابا. میگم به نظرت همه چی خیلی یهویی نی؟ چیه؟ میخوایی مثل محمد جواز 3-4 سال طول بکشه؟ پسره که خوبه، خانوادش هم که خوبه، پس چرا دست رو دست باید بذاریم؟ نمیدونم، شاید حق با تو باشه، ولی باورم نمیشه آخه الان مژده بچه همون بخوام به این زودی عروس کنم. بله انگار همین دیروز بود اینجا با عروسکش داشت بازی میکنم. آخه بگردم بچه چی بگم؟ که محمد جوادم که داماد چه بره، تنهای تنها میشه، من میمونم و شما و این حوض. بدون مزاحم تازه میتونیم بشینیم دو کلوم حرف بزنیم. میشه ایرای خدا هم براشون بخواد زندگی هاشون خوب بشه. باشه همین الان سریع ببرشون آزمایش کن. چشم. آقا من یک کوچولو با شما کار دارم. به احتمال خیلی زیاد کرونا باید بستری بشه، اما ما تخت خالی نداریم. برید تو نوبت بستری ببینیم چی میشه. البته اگه بخواید میتونید ببریدش خونه، اما اگه حالش بد شد سریع برگردید بیمارستان. سلامت. الهام دکتر چی گفت؟ احتمالا کرونا است، ولی باید بریم آزمایش. ما باید بستریش کنن؟ نه بستری داره، چی لازم نکرد. دکتر بگه لازم. دکتر رو حرف ما حرف نزن. تو گفت میتونیم ببریمش کنن. دیدی گفتم چه دکترهای باشعوری هم؟ البته تخت خالی ندارن، تا فردا ببینیم چی میشه. تا فردا ما خوب شدم رفت. نصیب داشت الهی، نگاه از صبح داشتم بار زنی زده، چی بگم بهش؟ خب بهش بگو خوب شدم دارم میرم خونه. ها دروغ بگم بهش؟ خب نصفش راسته که، بعد از آزمایش میریم خونه دیگه. اصلا گوشه بده ما باش حرف بزنم. گوشیش در دسترس نیست. بابا چرا زنگ زدین؟ مگه قرار نبود غافلگیرش کنی؟ پدر من باید بفهمی که ما اینجا هستیم یا نه. بیا میشه همینجوری؟ بیا بابا جان بیا. خوش نمیدیم بیا. سلام علیکم. خسته نباشی. ممنونم. میشه آقای خدا کرم رو صدا کنی؟ محمد جواد خدا کرم. فکر کنم ایشون نیستن، اگه کاری دارید بفهمید من در خدمتم. ما اومدیم ببینیمش، من خواهرشم. سلام، من بیات هستم، همکارشونم. منم پدرش هستم. خوشوقتم. ایشون گویا بیمار بردن شهر، میتونین تشریف بیارید داخل تا برسن. مزاحم نمیشه خانم. خواهش میکنم، مراهمی.
بفهم. ببخشید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بفهم. برو بابا. برو. بفهم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. سلام. قربونتون برم من. لعنت بر چی کرونا و ویروس و مرضه. بعد این هم مدت آدم نمیتونه باباشو بغل کنه. بابا این چه وضعیه بابا؟ چطوری خوبی؟ های قربون شما از این طرف ها. اینجوری هیجانش بیشتره. نبودی بابا، مزاحم آقای صفوی شدیم. نه بابا چه مزاحمتی آقا، اتفاقا من خیلی خوشحال شدم باهاتون هم صحبت بدم. فکر کنم من دیگه مزاحم جمعتون نشم بهتر. اختیار دارید آقا، این چه اجازه بدید ما مزاحمشون نشیم. من فکر کنم اگه بریم بیرون هوای خوب بیرون هم از دست نمیدیم. شما میدونید ما چند سال اینجا نیومدیم؟ خیلی سال پیش محمد جواد کوچیک بود اگه یادش بود. آره میومدیم اینجا گشت و گذار. من تعارف نمیکنم خلاصه هر جور راحت. بریم بابا. سلامت باشین. تا شما میایم بیرون من برم لباسامو عوض کنم که برو برو. خدا نگهدار. باید جمعه باشین. خدا نگهدار. برو ببینم. من بچه بودم اینجا اصلا یادم نمیاد. چه آفتابیه ولی. اما این یادش میاد. نمیخوردی زمین. خب من چه بودم نمیدونم دیگه. ببین من فکرامم کردم. من اصلا ببین الان نمیخوام به ازدواج فکر کنم. چیه؟ نمیخوام. ببین تو زندگی تو بکن، ازدواجم اون وسط پیش میاد. نمیخوام. بدم چشاتو وا کنی، نه دختر خوب هست. و نمیخوام دیگه. فکر کنم بابا یه چش پزش ببرمش. نه؟ نه یه ذره گلوم خوش شدم. من اینه خوبه. انشالله خیلی چیزی نیست. یه از همون وقتا میگفتی دوست دارم کار کنم، پیشرفت کنم، پول درارم. بله. خوب. یادم همه اینو یادم. بابا چرا فکر میکنین من اصلا الان ناامیدم؟ نه من ناامید نیستم که. ببین بابا. خدا نکنه. فقط گفتم یادت بیاد. بله. ببین. به خاطر همین حرفش که زد من مجبورم یه چیز بهت بگم. چی شده بفرمایید. ببین بابا نه اینکه سن و سالت رفته بالا، گفتم که شاید فراموشی به دست داده همین. نه ببین من قشنگ میفهمم که شما نگرانمین، شما مراقبمین، همیشه پشت و پناه هم بودید، منم پشتم به شما قرص بوده. آخه ولی شروع بگم اون اوایل خیلی حالم بد بود. اون اوایل همش فکر میکردم که چه میدونم همه چی به هم ریخته، من دیگه چیم درست نمیشه. ولی الان نه، الان میخوام همه چی انگار از اول بسازم. چه میدونم میخوام کارخونه رو اول از همه راه بندازم. آفرین آفرین پسر خودم هستی، غیر از این هم ازت انتظاری نداشتم. باری کردی ایشالله. حالا که تو ما رو خوشحال کردی ما هم یه خبر خوب برات داریم. چی؟ میگو دیگه. داری بچه دار میشه دوباره؟ نه شما داری و بابا جان برای مژده خواهرت خواستگار اومده. تمام. بله خوبه که مژده خوشحال باش. نه مژده مژده گواهینامه شان نتونسته بگیره. چی میخواد چهار یعنی چی؟ حرفی میزنی؟ قراره بیاد یا اومده؟ اومده. اما چون که حال ندار بودی به تو نگفتیم. پروش آدم سمجی وسط کرونا باشه اومده خواستگاری. خیلی پسر خوبیه. ما کلی هم تحقیق کردیم، خانواده‌اش هم خیلی خوبه. خوبی الان کی هستی؟ اسمش چیه؟ چی کاره هست؟ دوستیت بابا، میشناسیش؟ دوست؟ جدا؟ دوست من؟ بله. من اصلا دوستی ندارم که بیاد مژده رو بگیر. من اصلا دوست بگیر ندارم. حرفایی میزنی تو. ابراهیم خلیلی دوست تو نیست؟ چی؟ سر خوبیه ابراهیم خودمون؟ داداش اینجوری میکنی؟ خوبه دیگه، به خیلی به سر خوبیه. آره این کی مژده رو دیده؟ بابا اومده غذا آورده در خونه، غذا گرفته. نمیدونم این همچی چیزی آنه همو دیدن. دماغ تو فل کن. سفیس کم گرفته. من اصلا با این هیچ رفاقتی ندارم. بگم دماغ تو ول کن بابا. دماغ تو ول کن. دماغ تو ول کن بابا.
دماغت ول کن، گوشتو باز کن. ما میدونیم، ما میدونیم بینتون شکراب شده. اومدیم اینجا آشتیتون بدیم دیگه. بده. ببین بابا، من با این هیچ رفاقتی ندارم. این آبروی منم ورداشته برده. فهمیدین؟ من اصلا این اصلا اگه دامادمونم بشه من دامادیش نمیام. خونش هم نمیرم. من آقا من اصلا با آدم رفاقتی ندارم. بیا بابا. بیا. بیا. آقا من رفاقتی با این ندارم. هر کاری می‌خوام هر بکنیش نگین رفیق من فقط. آفرین 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 قربونت برم سلامت باشید ممنونش محبت شما این باقی ببخشید دیگه حالا هم که دیگه به میمنت و مبارکی داریم فامیل میشیم بله انشالله انشالله البته همیشه بین رفقای مراشدی ها بوده انشالله که همیشه خوش و خورم باشه انشالله نه من که همه اینا بعدم برادم خاطره میشه دقیقا نه اصلا من که جسارت نکردم آمان جواد تو پک داداشی من داره من تو نقدگاه همه میدانه دلم گرمه به حضور داداشی آفرین قوت قلب من تو نقدگاه بوده اصلا شما خب نمیتونستی هم قرار کنی بالاخره تقصیر کار بودی دیگه اون مقصره دیگه اصلا آبجی اصلا بسی حرفا نیست من بابا وقتی عم کرد گفت این اتفاق رخ بده شما هم گفتی من میگم دیگه بزرگتر وقتی گفت تمام جیری نه نه اصلا بس احترامه بس خودشیری نیست آقا محمد جواد نه کلی گفتم بس احترامه واقعا بابا هرچی گفته آبجی هرچی گفت نه 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 خودشیری محمد جواد جان ما با خیال راحت بریم بابا جان بابا دارم شوخی میکنم دارم شوخی حل شد دیگه اصلا چیزی که نکنه خاطر جمع این دو تا رو بسپر و تماس خواستن شروع کنه گوش جفشن میگیرم میپیچونا باری کرد چی؟ هیچ اینا اصلا مدیریت پذیر نیستن یا جور یعنی شاسه ایمون نیست پس مدیریتشون کن خب بریم دخترم خیالم راحت باشه سلام علیکم سلام علیکم مبارکه زنده باشی خدا رو شکر سبب خیر شدیم سلامت باشی بله سلامت باشی همیشه با هم خوب و رفیق و دوست باشی انشالله انشالله زنده باشی همه شما گرم اجازه میفرمایید سلامت باشی سلامت باشی آقا آقا صابو امیر بی معرفت هم بود که یک تو چپا نیامدی یک سری با بزنی این همه مدت ما این چه باش مادر ما اگه دیدی خارجی من با تو کار دارم ممنون خوچه یالی خدافه خدا نگهدار سلامت داداشی من دقت کردم تو داری سرفه زیادی میکنی اگه چیزی میخوام برو داداش نکن ولی نه داداش فکر میکنم تبم دارم دیگه داداشی مریض شد چیزی ببینم داداشی تب داری بریم دکتر معاینت کنیم داداش کاری گرفته داداش بیاریم تو داداش نکنیم دیگه ولی بریم داداش ببینیم چی آقا ماسکاتونو بذار من بذار تب دارم بریم یک آدم بالی یا آقا موسیم خیلی میرم بود برا کن امید های امید مرگ امید درد امید ما مگه تو رو به جلو سوق نیدم بعد یک سری داری تعریف خودت میکنه قرانه بود ما رو بزرگ کنی ببوری بالا من هر کاری کردم یعنی چیز کردم گفتم شما من سوقم دادی و سمتی خواهد محترم من گذشته رو فراموش نمیکنم الان فقط نگرانم داداش این که برا کن جواب اینا نظر تو الان مثبت یا نه عکس بگو من بگو منفی در منفی محمد جواد هنوز از دست تو کینه به دل میره به نظرم رأی تانه بزنه تموم تو اصلا فسخ حساب کن بگو کن مگه که باز خودم کاش آقای مهدوی مشاوره مدیریت رو به جلو سوق بده کاش حداقل امروز جواب ما رو میدادن دیگه یه جواب نگاه کن مگه دستمون اسپورت چرا پس بورش نشده مویز نکرد نه من بس تموم شد رفت با ما
باش. حالا بیا بریم ظرفا رو می‌خوای. نه من دیروز شستم دیگه. هر روز که من ظرفا رو نباید بشورم که. شادامات دیگه. الان وقت بشور بشور. بله میده به من. یا حالا ما درستش می‌کنیم. اینا چاپلوسی نکن. اصلا. داداش باشه یه دوباره می‌بره. چند تا داداش؟ ما 9 تا 10 تا داداش. داداش محمد جواد بود. داداش کار داره. جانم داداش. شورش. دکتر چی شد؟ دکتر با شما نیستم چی شد؟ آقای دکتر چی شد؟ شما رو رد از داخل خب چی شد؟ بفرمایید بیرون من میام بیرون خدمتتون توضیح میدم بفرمایید خواهش میکنم آقای رشیدی مگه نگفتم همراهی داخل آقای رشیدی مگه نگفتم همراه نیاد داخل بفرمایید انگار من انگار اینجا مریض بخش کرونا خیلی نگرانتونه هاش کنم درگه حاله یه ببخشید منظرم یعنی حالم خیلی بده خودتون چی فکر میکنید؟ نمیخوام بچه هم زیاد نگران باشه شما یه جوری بهشون بگید که زیاد نگران باشه خودشون دارن حالتون رو میبینن ما هم باید واقعیت رو بهشون بگید حالا شما یه جوری بهشون بگید زیاد اذیت نشه اینو براش فرض کن شما باید اول نگران خودتون باشید اونا جوونه هیچشون نمیشه جوون هم نه کتابتشون کمی نه زحمت نمیشه نمیشه تخت چی شد؟ ایشی فیلن یعنی ایشی فیلن دکتر میگه حرف نزدی باش؟ نه ببین تب نداره چرا تب که داره ولی خب تخت چی شد؟ ما تا کی بعد منتظر بمونیم اینجا؟ بیا علامه یه دارم با تو حرف میزنم مامان انگار اصلا واسهش مهم نیست به خدا خوب همه قد با هم جلو بست نکنه چی کنم دکتر آزمایشش مثبته علائمش هم بیشتر شده باید حتما بستری بشیم همینجا جا نداریم باید بری تو نوبت هر جا باشه میبرم بیمارستانه همه جا پرن بری تو نوبت ببینیم چیکار میتونیم بکنیم دیگه خیلی نگران بتونه چی بگم دکتر میتونم ببرمش خونه؟ نه همینجا باشید بهتره که اگه کمک چیزی خواستید بچه ها بهتون کمک کنه امیدوارم زودتر تخت خالی بشه که بتونی بستریش بکن باجت بخیر علی اومد ما چی شد؟ فیلن باید بمونیم فیلن باید بمونیم؟ تا چه باید بمونیم؟ یه ساعتی بمونیم تا یک ساعت چرا یک ساعت؟ خوبی تو خدا حالم خوبه یقدر با هم بگم و گونه کنه بیا بیا با هم پاشیم بریم پیش این دکتوره بشین آقا من میخوام حرف بزنم باش برادر من حالم خوبه اینقدر با هم دیگه با گم و گونه کنید ببخشید تو رو خدا حالا حالا اون کنید اون ما سرفه نفس هم
نفس همه باره نمیشه شش محمد جواد چی عرقی که دیوانت خوبی برار باکسیش بگیده کن بله درجه خرجتون بگیره اوه 38 38 اینی که من الان دارم میبینم به احتمال قوی کرونا است. جدن؟ جدن چه؟ اون همه آدم کرونا دارن میگه. بعد بمونی مراقبت بشید. ایبیلان بشه. براش اکسیژن بزنید. ازش نمونه بگیرید. بفرستید آزمایش کن. بعد استراحت کنید کنم. نمونه ها رو بگیرید. بفرستید آزمایش کن. چی کار کردی؟ کرونا گرفتم. خدا نکن. چطور نگرفتی؟ ماست زده بودم. منم زده بودم. از غذای هیچ امید نگرفته امید همه کم علامت داره من گرفتم حالا دلت بد نکن انشالله که فقط تب کردی اونجا بخواب یک آنژوکت بهت بزنم محله ما جوون نداشت کوچمون حالا کوچه کجاستی؟ چه مسخره بازیه؟ اینو کی گذاشته اینجا؟ سلام علیکم ناکام از دنیا جدن؟ میگن عاشق یه دختره بوده ولی بهش ندادن افسرده شده نه از کرونا مرد بنده خدا آره من شنیدم از این داوطلب و بیمار کرونایی خواه این که پسر خوبی بوده چرا بهش ندادن؟ چه میدادن؟ دختره حالا همه پسر خالی اینجوریان گفتید نبود بنده خدا سرا بعضیاشون عشق کورشون میکنه ام نه این افسادم اینجوری بودم کاش زنده بود خودم یه دختر خوب براش پیدا میکردم من زنده ام من به خدا زنده ام اگه زنده بود که خوب بود دختر خوب براش زیاد بود آقا دختر اگه زیاد شما پیدا کنید برای من خدا بیامرزش شما شماره منو بزن پیدا کردی قد بلند سفید سفید من اصلا پیرن سفید این گوشی کیه گوشی من نیست آقا این گوشی باز شد شماره های کیه؟ جهنم دو؟ جهنم اداری؟ مأمور دوزخ؟ امیدم هست امیدم یعنی چی؟ شو حرف می‌زدم حرف می‌زدی از یون میگفتی کاش که حرف بزنی آدم بفهمه چی داری میگی جواب آزمایش هم اومد چی عجله‌ای داری جواب آزمایش یا فردا شب میای یا هم فردا صبح دیگه پاشو دیگه ای بابا بابا دکتر بهروزی گفت من کرونا دارم آقا جان دکتر بهروزی گفت تا جواب آزمایشش نه هیچ مشخص نیست بره همین اینجا قرنطینه ای کرونا نگرفتی ببینی چه استرابی داره چه استرسی دارم میکشه داداش جان تا جواب آزمایش ها نهیه معلوم نمیشه پاشو انشالله هیچ کارت نیست بابا قلم کاغذ داری؟ قلم کاغذ بری چی میخوای استراحت کن دیگه قلم کاغذ میکنم به تو چه قلم کاغذ میکنم درست کنه میخوای بسیار نامت رو بینویسی ها؟ آره مشکلیه مگه بابا کی همه آدم کرونا گرفتن صحیح و سالم برگشتن سر خانه زندگی شد هیچی کاری تو میکنی این همه آدم هم کرونا گرفتن مردن
من هم جز همون هم دیگه، اگه شانس منه که میمیرم. تو تا ما رو چال نکنی هیچ کار نمیشه. بعدم آدم از تو خوششانستر مگه هست؟ از من بدشانستر دیدی؟ تو بدشانسی؟ تو یک خوششانسی که بعضی از مواقع هم خرشانسی. خیلی بیتربیتی. خرشانس چیه؟ بیتربیت. خب نه خیرم، من بدشانسم آقا، اینه همه هم میدونن. نه سلام. سلام میکنم. سلام. حالی سلام چطوره؟ خلاصی؟ ببخشید بعد ماه هم از نه بابا، خیلی هم خوشموقع هست. بابا، از شما درد نکنه. از شما درد نکنه بابا. خیلی ممنون، داره من دست از غذا رو بردن. دست شما درد نکنه، هم نیم ساعت دیگه برای نهار بود، براش می آوردم. این غذا نقاهتگاه که نیست، خودم درستش کردم، سوپ خانگی. دست شما درد نکن، خیلی لطف کردی، ممنونم ازتون. میشه جان، حالتون چطور؟ بهترید ایشالله؟ بله، به مرحمت شما، خیلی بهترم. خدا شکر. باید خوب استراحت کنید، غذای مقوی بخورید. چشم. این خیلی مقویه، توش آب قلم ریختم، سعی سرپاتون میکنم. دست شما درد نکنه، ممنونم ازتون، چقدر لطف کردیم. حالا بفهمید میل کنید تا گرمه توش آب لیمون برسید. چش خیلی من دست شما درد نکنه. باشه. راستی تبریک میگم. برای چی؟ ازدواج خواهرتون با آقای خلیلی. بله دست شما درد نکنه، خواهش میکنم. خیلی ممنون، لطف کردید. خوشحالم. متشکرم. بیا یک نفر پیدا نمیشه یک کاسه سوپ بده دست ما، بعد آقا میگه من خوش شانس نیستم. بابا خیلی مهربونه این خانم، لطف داره. آقا جان بعد ببینی پشت این کار چیه، هیچ کاری بدون دلیل نیست. بله، یعنی به نظر تو عجیبه؟ عجیب نیست، برای چی برمون پس سوپ درست نکرده؟ برای که مهربونه، نو دوسته. فقط تو هم نوعی دیگه، ما مریخیه. حسودیت میشه؟ حسودی؟ نه بهترین غذا رو برام درست بکنم. حسودیم میشه؟ خیلی خوب، دستش درد نکنی، برو همون رو بخون کن. بعدم شما الان حالت خراب نبود، دنبال وصیت نامه میگشتی، رو به قبله بودی، چی اگه جر گرفتی؟ خب به تو چه، مگه تو کار زندگی نداری؟ برو به کارت برس دیگه. اصلا تقصیر ما که شب تا صبح بالا سر تو لقاعتگار ول کردم. اصلا بی خود کردی اینجا نشستی بابا، این دوشک من این گوشش اصلا رفته تو. باشه دیگه، کن سوپ هم بخورم. تقصیر ما که صبح تا شب بالا سر تو هم. اصلا حکایت ما تو حکایت هموی آن شخص تا صبح به بالین مریض گریس، صبح که رفت مریض خوب شد و بمرد. هم تو همین مزمون. باشه برو به کار. آقا بیا ابراهیم هم میگونه همین مرمه جار نزنه دیگه، آبرو ما رو برده. بنده خدا گناه که نکده، داماد رفته بذاری خوشحالیش. اتفاقی نیفتاده که. بذاری خوشحالیش بریزه بیرون. برو بذار تو آرامش سوپ بخورم. سوپ داغ رو وقتی تو آرامش میخوری خیلی به جونت میشینه. ولی به جان خودم تو همین الان مریض بودی. برو یک لیمو بدی. برو گم شو. نگاه باز کوب و کونه مرس آدم بادم. خانم اون کپسوله رو درست بذار سرگش. ای بابا دو دقیقه میبینی ما سر بزنی سو استفاده میکنم. ارشد بلا سرش هم نمیشه این خانه. راست بزنه؟ مگه میخوای بری جنگ؟ از جنگم بدتره مینا جان، همه اینا باید باشه. دوتا ماسک رو هم، مولای درزش نره، دستکش. راستی مینا جان، ما میدونم که شما به مامانت نمیگی مدرم رو واکسن بزنم، ولی خواهشم بیا بگو رفته بیرون، بذار یکم اوضاع احوال ما هم عادی بشه. چرا حده یکی رو در میاری که نیستی؟ بره که مجبورم میکنه، بره که ای بهم گیر میده، بره چی زدوفونی کردی، به چی ایره شستی، به چی درفتی بیرون، به چی میری بیرون، به چی کار کردی، به چی اون کار کردی، همه چی داریم بهم گیر میده. داری یه تنه همه رو دیوونه میکنی. پس مجبورم که از خودم دفاع کنم دیگه، درسته؟ هیچکی نمیخواد بهت حمله کنه، فقط نگرانتیم همین. آخ این نگرانتیم، این دیگر رمز گیر دادن خانواده شما به ما شده. نگرانتیم، خواهشن جلوی داماد جدیدتان یکم هم پشت ما باشه. لازم نیست هیچ که پشتت باشه، خودت یه تنه حریفی. بله که حریفان.
بله دستکش یه نزی دستکش های خوب بگیریم که خب دیگه ما باید برم این سویچ های ماشین کجا یه موز دفونیش هم کرده ما باش باز خوب هست الهی با امید تو دارم مروک واکسن بزنم پیش رو امیر پیش رو میده پرزن افر دیگه موندن جای دیگه چی؟ همه جا پر دیگه وقتش به الها امید بگیم شب بتونن کاری کنن گفتم نه باشه ننه پشت قرصتو بخوا آه پس تو بیداری ننه چرا به الهه نگیم الهه دکتره چهار جاش نداره بالاخره یه کاری میتونه واسمون بکنه یا همین امید میدونی چند وقت تو این بیمارستان بوده همه میشناسنش ما کی تا حالا پارتی بازی کردم لا یما کسل مجبوریم انا هیچ را باید کن مگه ما چه فرقی با این بند خداها دارم اینا منتظر تختن که بستری بشه نیستم منم مثل اینا صبر میکنم تخت گرم بیاد که بستری میکنم شما هم به بچه ها چیزی نمیگید ما به الهه گفتم دارم یاد مشهد بی خود چرا گفت؟ چی بی خود مادر من؟ نمیخواد بیاد اینجا برام پارتی بازی کنه اقلا باشه کنار مقابط قلبم بونه از دست تو علی لاقل به امید چیزی نگو حالا هم پاشیم بریم خونه و بچه میاد گشنه و تشنه یه چیزی بخوره هی بریم خونه بریم خونه الهه میتونه بیاد اینجا نمیتونه؟ بیاد اینجا مثل ما آواره بشه علی تا نوبتمون بشه بریم خونه ما دیگه طاقت اینجا موندن ندارم الان پاشیم بریم نوبتمون نمیپره نه بریم بهمون زنگ میزنم خب پس پاشیم بریم دیگه پاشیم شما پاشیم آی آی ما مراقب باش مراقب باش برام ویلچر بردارم بچه من زابرا کرد از او وقتا اینجا آمد اونم مثل ما نه نه مگه من بچت نیستم مگه علی بچت نیست شما عزیزترینی بابا همچین هم که میگن راه اینده سهبال و بوری نیست که راننده آمبولانس باشه کف دسته همچین میمدم یاد عملیات جنگ خیبر بود نه عملیات خیبر جنگ نه عملیات خیبر بود اینکه اونجا سی گفتم اینجوری که من میگازم موتور رو باید بیارم پایین موتور رو داشتم میابردم پایین دیدم کار من نیست نه دیدم کار من نیست باتری رو آوردم پایین باتری آوردم سلام خانم دردین خوبین حالت خوبه یه سوال دارم میگم که ما اینو داریم با کاشان میخوریم از درد بهداشتی چه مشکل نداره نه هیچ اشکالی نداره شما فاصله اجتماعیتون رو رعایت کنید آه بله ببخشید بله بله سوراخ یه 10 متر سوز نرفته پایین تا تهش خورده تازه بپرته بخوره بده پیش لغمه نکنی کارا که تشکرم مولوی میگم ما درست آب نداریم کمه تو دیگه کمترش نکن دیگه برو برو اونوردی بست دیگه دریاچه خزر رو درست کردیم برو ارشد کلدی ارشد کلدی نمیدونم شاید ما ارشد بدی بودم آقا امید نمیدونستم اینا رو با محیط ارشد نگاهتگاه بزرگ گروه بله بفرما شعله دستپخت سکا خانم بیاد شعله شعله زنه پیره بزن ببین چی پخته نه بخوری آبی میشه اینا رو بخورم پر چرا یه جوری حرف میزنی که انگار تا حالا سوپ نخوردی؟ آه خب خیلی خوشمزه است خوشمزه است یعنی سوپایی که من برات درست میکنم بدمزه است نه به سوپای شما هم خوشمزه است اما خب آیا آره درستش کن به نظر من وقتی همسر
عزیز آدم کنارشه بله. از دستپخت هیچ عزیز دیگری تعریف کنیم. این نظر شخص البته من درد پس میدم بله. شما آقا ابراهیم اصالت نباش جان به من یاد گرفتی شما خجالت نمیکشی آقا اینا رو چه میری اینجا من دوباره یاد زنج میفتم نشسته بودیم شاهد باچری برای ما آش آورد همینجور داشتیم میخوردیم چی نمیذاش ما رو بارها گفتم چی نمیذاش شهید مروی آفره منم بهشون گفتم ایشالله که شربت شهادت بنوشی حالا که ما رو نمیذاری و اونا شربت شهادت رو نوشیدن آه نگاه کن این با هر کلمه ای که میگی یک خاطره میسوزه حضرتش کن نگاه کن جدی جدی باش آلوغمان ببخشه شما از جبه هم خاطره ای دارین که تو شله بشه؟ نه من الان داریم مسخره هم نه یک خاطره مشترک این مثلا یاد یک خاطره دیگه افتادیم این تو من دارم نشسته بود کجا بود عملیات تنگی بعد بود نه عملیات بعد عملیات بعد این راه هوایی چیز بود که میدون امام رضا خب بعد تا این مشهد برای ما شعله آورده بودن آره اونجا شعله آوردن همه خوردن من نخوردم اتفاقا من نخوردم من نه چرا همش دارین تعصب کنی حالا نگفتین این سوپره برای کی درست کرده خانم بیان برای همه دارن میگیرن میخوای برو بگی تا تموم نشده بابا ریفلاکس معده فرش میکنه خب به چی مناسبتی هست علتش خب مناسبتش مهمه زحمت کشیدی الان سوپ درست کردی برای تبریک میگم میشه جان چرا انقدر سوال میپرسی سوپ میخوای برو بخور دیگه طرز صحبت کردن با ارشد نیستا بله فاصله هاتون هم یک بار دیگه رعایت کن پس فاصله رعایت ما ارشد هم نیاز نیست یار ما قویه این دیگه فاصله اجتماعی نیست فاصله اشتباهی